خوابان به ملت عزیز ایران. با درود به ایران عزیز ما، امیدوارم که ایرانی های عزیز هر جای دنیا هستین روز شب خوبی داشته باشین، هر جای دنیا هستین دلتون خوش باشه، واقعا با شادی زندگی بکنین. برنامه رو با دعای آغاز میکنیم، بذار روی خداوند ما رو هدایت بکنه. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای یک برنامه دیگر خداوند که میتونم خداوند برای وقتی که به من دادی ازت تشکر بکنم. ای پدر جان به شکرت میکنم ای عیسی مسیح خداوندم که میتونم که هر حرفی میزنم خداوند تو هدایت کننده هستی، به نام خودت جلال میدی. پس از تو میطلبم ای روی قدوس پاک عیسی مسیح، میطلبم که این برنامه رو برای جلال نامت استفاده بکن و قلبها رو لمس بکن خداوندم، تا مردم بیشتری در حضور تو بیانه خداوند به تو خدای حقیقی رو بشناسن. شکرن میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب چطورین؟ همگی خوبین؟ امیدوارم که همه روز شب خوبی داشته باشین. برنامه ما که واقعا این تلویزیون امید جاویدان احتیاج داره به کمک‌های شما هموطنان عزیز. کمک‌هایی که میدین نه برای این تلویزیون نمیدین، نه برای من فرد نوعی نمیدین، یا برای کشیش رسول نمیدین، یا هر کسی که میاد اینجا برنامه اجرا میکنه برای ماها نمیدین. شما برای خدا دارین میدین که کلام خدا به پیش بره، کلام خدا به گوش کسایی که نمیشناسن این خدای زنده رو بشنون و راه زندگیشون عوض بشه. شما هیچ وقت یک دلاری که میدیم برای ما نمیره، برای کلام خدا، خرجی که تلویزیون داره، خرجی که کلیسا داره میره. بعد کشیش کلیسا وقتی 24 ساعت وقتش میذاره برای اینا، طبق کلام خداوند ما بایستی کمک بکنیم که اون بتونه کلام خداوند رو پیش ببره. نه بازجویی بکنیم ازش، نه بگیم که آقا تو این پول میگیری کجا میری. خب پول همه معلومه کجا میره، پولا همه مشخصه کجا میره، ولی خواهشن برای خدا کمک بکنین. شما بیزار ایرانی های بیشتری واقعا کلام خدا رو بشنون و زندگی هاشون عوض بشه. الان اخلاقیات ایران اینقدر عوض شده، اینقدر اخلاق ایرانی ها خراب شده که اصلا وقتی بعد از 20 سال اگه شما برین ایران تازه میفهمین که این ایران چی بوده چی شده. ما ایرانیا قدمت 2500 ساله، فرهنگ 2500 ساله کورش کبیر داریم، فرهنگی که از اونجا ما داریم. 2500 سال آمریکا 500 سال هنوز به این فرهنگ به اینجا رسیده. ما بایستی پیشتر از اینا باشیم یا اونا پیشتر از ما باشن؟ ما باید پیش رو باشیم. فرهنگ ما نباید روز به روز تنزل بکنه. برای اینکه اینقدر خرافات در ایران هست، طبق اون خرافات به پیش میریم. چی دکتر باشیم، چی مهندس باشیم، چی فیلسوف باشیم، چی دانشمند باشیم، افکار ما با اون چیزهایی که به ما یاد میدن یا این ملایان میگن ما داریم به پیش میریم. عوضی که به جلو بریم به پس داریم میریم. نمیدونم واقعا ملت ایران بایستی خودشون هر که در خانواده خودش نگاه بکنه یه تغییر و تحولاتی در درون خودش ایجاد بکنه، در خانواده خودش تحول ایجاد بکنه، تا واقعا بتونیم که آینده خوبی داشته باشیم. همین حالا اگر رژیم ایران برگرده، باز ما با اون فرهنگی که الان پیدا کردیم میزنیم تو سر هم. ما باید فرهنگسازی از خانه های خودمون بکنیم. ما باید خودمون اول درست بکنیم. من اگه خودم درست نکنم، درست کردن منم چی میشه؟ از این خرافات بیام بیرون، انجیل خداوند بخونم و واقعا زندگی تحول پیدا میشه. چون تعلیمات عیسی مسیح تعلیمات روزه، تعلیماتی هست که تو رو عوض میکنه، از درون عوض میکنه. فردی با محبت، فردی با شخصیت، فردی نمیدونم مهربان و پر از رحمت میشی.
دو هفته پیش من داشتم موعظه سرکو رو میخوندم ولی نرسیدم که تمومش کنم. من میخوام امروزم همینه یه آیه های بعدش بخونم براتون. عیسی مسیح میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت. وقتی عدالت تو در خانه خودت اجرا میکنی، در بیرون اجرا میکنی، میگه خوشا به حال تو، چون خودت آرامش پیدا میکنی، خودت شخصیتت عوض میشه، خودت با خدای خودت اصلا سبک میشی. میگه خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشتن. ما باید این گذشت در خودمون تمرین بکنیم، اینقدر کینه به دل نگیریم، هی کینه به دل کینه به دل، خودمون نابود میشیم. اولین کسی که کینه هی به دل بگیره خود آدمی که نابود میشه، به خاطری که خودم سبکتر بشم و کینه نگیرم، میبخشم، خودم آزاد میکنم. و با گذشت، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. وقتی شما میبخشید، شما گذشت میکنید، دیگران از شما یاد میگیرن و در رابطه با شما گذشت میکنن اگه خطایی از ما دیدن. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. وقتی تو دلت پاک باشه، وقتی آرامش خداوند در درون تو باشه، واقعا خدا را در درون خودت خواهی دید، صدای خدا را میشنوی، خوابا و رویاها از خداوند میبینی. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. ما برای صلح و دوستی آمدیم، نه برای دشمنی. میگه پولس رسول میگه جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ارواح و نیروهای نامری این دنیاست. من انسان نوعی با تو انسان چی جنگی دارم؟ چرا باید بجنگم؟ باید برای چی بجنگم؟ برای یک زندگی موقت، برای یک روزی که یک روز بهتر بخورم، یک روز بهتر پول داشته باشم، بهتر بپوشم؟ نه، ما باید تخم محبت رو بکاریم. ما باید از خانه خود شروع بکنیم، تخم محبت بکاریم، کینه ها رو بریزیم دور، گذشت داشته باشیم، ببخشیم تا بخشیده شیم، تا مردم هم به ما رحم بکنن. ما با تمام دنیا الان جنگ داریم. هر کسی میبینی بر علیه ایران داره صحبت میکنه. صبح تا شب هم پا میشیم میگی مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر... آقا وقتی من به یک حکومت میگم که باید از صفحه روزگار محو بشی، اینی که من بیام به خانه تو بگم باید از خانه تو بری بیرون و بری قبرستان، اصلا باید محو بشی. تو چی میکنی تو با من؟ آیا تو با محبت با من صحبت میکنی؟ نه. وقتی من 38 سال بگم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، تو چی میخوای؟ دلت میخواد که آمریکا بگه آفرین بر تو که میگی مرگ بر آمریکا؟ در تمام منطقه ما داریم پولای ایرانی ها رو خرج میکنیم میدیم به این اون، در تمام منطقه داریم خرج لبنان و فلسطین و یمن و بحرین و نمیدونم عراق و هزار کفت زهرمار داریم میکنیم. ملت ایران رو ول کردیم اصلا. ملت این حکومتی ها هیچ، الان من دارم یه حرف میزنم از خدا میخوان که منو ساکت کنم، ولی باید ما همه یک صدا بشیم. چرا من باید فقط بگم؟ چرا چهار نفر دیگر باید بگه؟ همه باید یک صدا بشیم. چرا اینقدر اخلاق ایرانی ها فرق کرده؟ برای اینکه اینقدر عرصه به زندگی ما تنگ کردن که ما نتونیم زندگی نفس راحت بکشیم. صبح تا شب باعثی میسه داغون بشیم، کار بکنیم تا 2000 پول در بیاریم برای زندگی خودمون. بعد فقط زندگی خودمون نگاه بکنیم.
اگه خودم و زن و بچه هم خوبن بقیه رو ولش کن. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار میبینن، زیرا ایشان از برکات و ملکوت و آسمان بهره‌مند خواهد شد. منی که دارم برای خداوند صحبت میکنم، اگه آزار ببینم خدا میگه خوشا به حال تو که آزار میبینی برای نام عیسی مسیح. وقتی من جفا میبینم تو فکر میکنی از انسانها جفا میبینم؟ نه، از روحهای شریری که به اون رو انسانها حاکم شدن، اونا منو اذیت میکنن، از جسم اون، از دهان اون، از زبان اون استفاده میکنه منو اذیت بکنه. بلا اونم نمیخواد این کار انجام بده. هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفتن، آزار رساندن و به شما تهمت زنن، شاد باشید. ببین وقتی آدم میاد به توی خدا، یه خانومی خواب دیده بود، خیلی جالب بود، میگه خواب دیدم، در خواب شیطان همه مردم زنجیر کرده بود، به پاهاشون زنجیر بسته بود، به دستاشون زنجیر بسته بود، بعد اینا رو هی میزد، میگفت که بیاین بریم به سوی من. مثلا بهش گفتم ای شیطان، تو چرا اینا رو دیگه زنجیر کردی دست و پاشونو؟ چرا دیگه میزنی اینا رو؟ خب نزنه دقل. میگه اگه اینا رو نزنم که اینا به سوی من نمیان. میگه خب من که آزادم، چرا من نمیزنی؟ میگه که قربونت برم، تو دیگه نمیخواد تو رو بزنم، که تو با پای خودت اومدی پیش من. وقتی تو پای خودت میای، من چرا تو رو بزنم؟ بس ماهایی که به سوی خدا میریم، برای خدا از شیطان جدا میشیم. چون از شیطان جدا میشیم، بیشتر بر ما شریران حمله ور میشن. از آدم ها استفاده میشه، شریر به من حمله میکنن. تا حرفم میزنم میگه که فکرت اصلا عصر حجریه. نه بابا، خدا ببین این زندگی اینقدر کوتاه است که تو نمیدونی چی وقت زنده ای، واقعا نمیدونی چی وقت زنده ای. زندگی خیلی کوتاه است. 38 سال دارن این آخونده فقط همینجور روزی میخونن، همین حرفای چرت و پرت دارن به مردم تحویل میدن. 1400 سال همینجوری دارن تحویل میدن به مردم. بیاین افکارها رو باز بکنین. شما که افکاراتون بازه، در شما که باسوادین، شما که تمام این دیگه آنلاین و فیسبوک و تویتر و نمیدونم واتساپ و دیگه همه چی رو شما میدونین، همه چی رو دارین کنجکاو میگونین توشو، بعد چجوری نمیخواین اخلاقتون عوض بکنین؟ چرا نمیخواین فکرها ما عوض بشه؟ فکرهای اونا عصر حجریه، نه فکرهای ما. ما که به سوی خدا داریم میریم و میخواییم به انسان ها محبت بکنیم، اونایی که به سوی عیسی مسیح میان و تعلیمات عیسی مسیح رو میبینن، میخوان محبت بکنن به مردم، میخوان کمک بکنن، میخوان گذشت داشته باشن. دیروز یک کتابی داشتی میخوندم برای فیض، مردی میگفت که فرزندشو بوم گذاشتن کشتن. بعد این مرد رفت، در زمان قدیم بود، تو ایرلند شمالی و جنوبی بود که با هم جنگ داشتن. میگفت که اومد پیش اون سربازا، گفت شما با این وضع بوم انداختین، دختر من مرد پیش من. دختر من اون لحظه گفت بابا من تو رو دوست دارم، من میخوام به خاطر همون جمله دخترم گفت تو رو دوست دارم شما رو میبخشم، شما رو میبخشم که بیاین کینه و جنگ و بیزاریم کنار، بیاین دوست داشتن و با هم تمرین بکنیم، همدیگر دوست داشته باشیم، بیاین با هم محبت بکنیم. درسته در محبت کردن ضربه میبینه آدم، در گذشت کردن ضربه میبینه، ولی باز برادر و خواهرم، خانواده های من، باز گذشت بکنین، کینه رو از خودتون دور بکنین. برای یک لقمه، یک مقام کوچیک، یا نمیدونم این چیزها، خودمونو نفروشیم، زندگی ما رو خراب نکنیم. در آسمان پادشاه
پاداشت بزرگی در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردن. عیسی مسیح وقتی 2000 سال پیش اومد گفت بعد از من کسی نمیاد. هر کس اومده دروغیه. بعد از عیسی مسیح دیگه کسی نیامد که بگه من از طرف خدام. هر که اومد پیغمبر گفت من پیغمبرم دروغ داره میگه. عیسی مسیح جان خودش روی صلیب داد برای گناه من و تو و گفت تمام شد. اون لحظه گفت تمام شد. ما آزاد میشیم وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم. این ترس رو از خودتون دور بکنین. ترس باعث میشه که شما به خدا راه نیابین، با شیطان قدم بزنین. هیچ کس هم نمیتونه بگه نه من اون طرف میخوام نه این طرف میخوام. وسطی وجود نداره، هر زمینی صاحبی داره. بس شما اگه اون طرف هم نباشین نه این طرف، بدونین که توی با شیطان دارین قدم میزنین. همین خوابی که الان خانمو گفته بود، گفت اونجا گفتم شیطان چرا با من کار نداری، گفت تو آریدی دیگه اومدی پیش من، نمیخواد دیگه تو رو بزنم، تو با پای خودت اومدی. ماها با پاهای خودمون میریم پیش شیطان. بیاین زندگی های ما رو درست بکنیم، بیاین کینه ها رو بیرون بندازیم، بیاین گذشت داشته باشیم. اگر هم کمک میکنیم به این تلویزیون یا تلویزیون های دیگر، به کلیساهای خودتون، برای خدا دارین کمک میکنین، به شخص دارین کمک نمیکنین. شما برای پیشبرد کلام خدا دارین کمک میکنین. اگر من کمکی برای یک کلیسا، یک تلویزیون مسیحی میدم، برای پیشبرد کتاب انجیل دارم میدم، برای کلام خداوند که در ایران جاریشه. این قول خداونده. خداوند به ما قول داده که ایران ما رو درست میکنه. بعد از تمام این که ما همه جا پراکنده شدیم، در تمام دنیا پراکنده ایم. من امروز همش اینو خوندم، دیگه از شمالی اومدم بیرون، دیگه فقط فارسی صحبت کردم. فارسی هم که با لهجه خودم، با لهجه گیلانی دیگه چی میشه. ولی قوم میدونم بینندگان عزیز دوست دارن اینجوری. بریم یه سرودی بشنویم، برگردیم به شما. پروا مکن دل من، عیسی مسیح همینجاست، پر از عشق و محبت، حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت، حضور او چه زیباست. سخن بگو تا با او، بگو دلت شکسته، بگو ز رنج دنیا شدی دیگر تو خسته، بگو که بیقرار همینجاست، پر از عشق و محبت، حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت، حضور او چه زیباست. آرامش خدا من شادی یارد به قلبم، آرام گیر تو در شاد همیشه یارد، حضور او کنارت باشد آرام جانت. پروا مکن دل من، مسیح همیشه یارد، آرامش خداوند شادی
مسیح همینجاست، پر از عشق و محبت، حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت، حضور او چه زیباست. درود دوباره به ملت عزیز ایران. خب گیلانیان عزیز، شمالیان عزیز، شما چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که همیشه سلامت ببین، همیشه خوش ببین، همیشه شادی خداوند در زندگی تک تک شما باشه. امیدوارم که واقعا روزی ببون که تمام دلها روشنی ببون، تمام خانه ها شادی ببون و شادی خداوند در تک تک خانه های ایرانیان واقعا در بزنه و داخل ببون و مردم با شادی زندگی بکنن. این چند سبه زندگی ما زود گذره، باید با هم محبت بکنیم، باید با هم کینه نورزیم، باید ببخشیم هم دیگره، کمک بکنیم با هم دیگه. ما نگاه نکنیم دولت مردم که اینقدر دزدی کردن و مردم اذیت کردن، ما ایشون رو نگاه نکنیم، بایم دلهای ما رو به خدا بسپریم و از خداوند هدایت ببیم، نه بایم با کینه و دولت مردم. چند سال تینن زندگی بکنن، چقدر تینن بدزدن، این پولان چیخم بکنن، کجا میخوام ببرن این پولا رو؟ این همه دزدیدن کجا بردن؟ این همه آشوب بپا کردن چی شد؟ روز به روز ایران رو بیفت کردن، ایران رو دارن اذیت میکنن، ایرانی رو سرفکنده دارن میکنن. خداوند میگه گوش کنید ای کسانی که بر فقرا ظلم میکنید و نیازمندان را پایمال مینمایید، ای حکومت مردان، ای کسانی که آرزو دارید در روزهای عزاداری، در روزهای این که عزا میگیرین و تعطیلات مذهبی را هر چند زودتر تمام شود تا دوباره به کسب خود بپردازید و با ترازوهای دستکاری شده و سنگهای سبکتر مشتریان خود را فریب داده پول بیشتری را از ایشان بگیرید. تا کی؟ خدا ناظر بر اعمال شما. زمانهای آخره، شیطان اینقدر الان دست پا زیاده داره که بیشتر مردم رو بگیره. عیسی مسیح بفرماسته که شطور با بارش از سوراخ سوزن عبور کنه، ولی این سونون در بهشت که به این بزرگی وارد من نیم ببون. به خاطر همین اعمالایی است که ما در این سبای کوچک، در این وقتای گذرای عمر به او چشم ببستیم. مثلا اینی ایران این همه پول دنه ورزشگاه آزادی، او روز نشوم دادون ورزشگاه آزادی همه جا لیک بود، همه جا چکه چکه آب آمده بود. این همه شاه اون موقع زحمت بکشه یک دونه صدیزار نفری شاه بوده که اون موقع تک بود، لیاقت ندنن که اینی که قبلا درست آبو این همه پول هم درابرده دارن یه مقدار خرج جایگاه ورزشی بکنن، خرابا نکنن، حداقل اوشون نگهداری بکنن. دانشگاه تهران از اون موقع درست آبایی تو خراب آبادره، موزن اینی همه خراب آبادرن، آثارهای تاریخی اینی همه خراب آبادره. یعنی یک قرون آزین این خرج بکنن، چهار تا اتوبان بزنن، چهار تا خیابان بزنن، جاده ها برای کوه ها بازا بودن، برای اینکه مردم رو در کنترل خودشون بدارن، همه جا اسفالت بودن، تا او کوردات اسفالت بودن، ولی نه برای سیستان و بلوچستان و استانهای محروم که مردم در کنترل بیشتر بدارن. در سیستان و بلوچستان اینیم که یک زکی خنبوشون درس بخونه، از این رودخونه خم عبور بکنن، یک دونه پل برای او به وجود نبینن، یک پل نسازنن که او زگ
صبح که شد مدرسه با آرامش، با خیال راحت و با امنیت بجون برای خود کلاس. تازه چی کلاسی؟ کلاسی که در طویله، کلاسی که یک اتاق شکستنی فکستنی سرباز داغونا بوره. بعد این پول بگینن هدینن برای جنگ ستیزی به سوریه که دولت بشار اسد سرکار بدارن، که دولت آقای نصرالله در لبنان پول ادینم بخوره. بهتر که بعدن ارتشش نگاه کنی دخترای زیبارو با شادی با رقص رجی شدن با پول ایران. بعدن ایران می مردم تو سرش زینن که آقا تی روسری خوب بنی تو بی حجابی. بعدن اونشونی که اور زیزبولایین که بی حجابن رقص کردن حال کردن برای خودشون گیلاسن زیادرن به سلامت خودشون نه به سلامتی ایرانین با پول ایران خرج کردن. بعد ما گونیم که من ندانم. شما نگاه بگونین در این 38 سال فقط جنگ ستیزی و مردم کشتن و مردم اذیت کردن چیز دیگر نه. با خرافات مردم داشتن در نمیدونم بشیم جای چمکران 1400 ساله. کی از این 38 سال امام زمان بماره؟ چرا قبل از 38 سال پیش در جمکران نبود امام زمان؟ گه الان 38 سال پیش بود امام زمان بماره دوتا چام بزین زنانه مردانه. بعد امام زمان همو زیریسا در این 38 سال هم فارسی هم نیته، فقط با عربی تینه بگی بعدا یه نفر دیگه وره ترجمه بکنه هدیه با بایی مردم ماره بایی نه جسم ما رو زندانی بودن، برای اینکه فکرای ما رو زندانی بودن، فکرای ما رو زنجیر بزین، قفل زنجیر بزین که بازا نبون. ما مثلا اینا میره آدمای تحصیل کردنن ولی با فکرای عصر حجری. مثلا از حضرت علی صحبت کنن، همین حضرت علی اون موقع یک روز خود خمینی هم بوده 800 نفر سر یک روز ببه این چی رمی داشت؟ حضرت علی رم داشت؟ بعد اون روزی که اینه بزی هم بکشتن بوده می قاتل با همون ضربه که مبزه با همون ضربه بکشنه، ولی عیسی مسیح روی صلیب بوشه برای گناه من تو بوده خدایا پدر جان اینا رو ببخش زیرا نمیدانن چی کار میکنن، نمیفهمن، تو اینا رو ببخش. عیسی مسیح به صلیب بکشین، عیسی مسیح بودی شون ببخش پدر جان. رحمت اونه یا رحمت و رحمت اینه، فیض اونه یا فیض اینه. تا کی خنیم امو ایس نخنم بوشم دین چیزی کسی محاکم بکنم، ولی بعضی هم واقعا ایسان با قلبی پر از واقعا بعضی این دین قبول دنن و واقعا اطلاعاتی ندنن ازش، با خلوص نیت خدا رو پرستش کنن و واقعا فکر کنن خدا رو پرستش کردن، ولی در مقابل او خدا مردن پرستش کردن. تمامی سرداران عرب ایرانین بکشتن 1400 سال پیش به زور شمشیر وارد ببون و بوتن ای عربون خنین شما بهشت بینین بهشت ایرانه. با فریب عربون هم حاضر نبون ایران حمله بکنن، ولی با فریب که بهشت حوریای بهشتی در ایرانی سه عربون بردن به سوی ایران و ایران حمله بودن و به زور شمشیر تا تینسن ایرانین بکشتن و به زناشون تجاوز بودن، کودکانشون تجاوز بودن، به بردگی ببردن. ما تاریخ نقم بخونیم بینیم این تاریخ چی همه سر برده، چی بلایی با هم امریکا 500 سال به یه عظمت خودش برسی، امریکا 500 سال به یه تکنولوژی برسی، به یه فرهنگ برسی. ما 2500 سال فرهنگ دنیم ولی هنوزم در عصر حجر زندگی کردیم. هنوزم باور کنیم که به ما گونن امام زمان در
جمع کنونیزه شنیم گونیم امام زمان در جمع کنونیزه. امروز بایم این باورای پوسیده تو دیم کنار فکر ما را باز آکنیم و به عیسی مسیح که روی صلیب بوده من برای گناهان شما مردم و امروز تمام شد و به ای پدر ببخش آنایی که من را به صلیب کشیدن ولی نمی فهمن آنها را ببخش. ما باید ببخشیم تا بخشیده شیم. ما باید کینه ها را به دور بیندازیم. باید دوست داشتن تمرین بکنیم. بیاین امروز همدیگر دوست داشته باشین. دعا میکنم به نام عیسی مسیح هر ایرانی امروز از روی خداوند پرشه و از شادی و برکت خداوند پرشه در زندگی هاشون. خداوند امروز میطلبم در نام عیسی مسیح ایران ما را آزاد کن، از دست شریر رهایی ده. به امروز ایران ما ایرانی باشی که خداوند در دستای قدوس تو باشی، که پادشاهی تو در ایران باشه. ای خدای قدوس به نام عیسی مسیح ازت میطلبم. تا هفته دیگه بدرود، شاد باشید.